سلام میکنم خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ. من اسماعیل نوری‌الا هستم و در خدمت خانم شکوه میرزادگی برنامه امروزمون رو تقدیم شما میکنیم. امروز در نیمه اول برنامه خانم شکوه میرزادگی یقین دارم در مورد رفت فرستادن منشور کوروش بزرگ به ایران صحبت خواهید کرد و میشینیم پای صحبتتون. سلام بر شما. بله حدستون درسته، یعنی مگه میشه که آدم راجع به مسائل فرهنگی صحبت کنه و در ارتباط با این خبر مهم صحبت نکنه؟ منشور کوروش بزرگ همین دو سه روز پیش، یعنی از دو سه روز پیش تا به حال به زادگاه گویندش برگشته، بعد از 40 سال. 40 سال پیش 10 روز در زادگاهش بود، دوباره برگشت، سر جاش نشست در موزه بریتانیا، جایی که به نظر من حداقل اینه که امن و امان بوده. راستش آقای نوری‌الا، با شنیدن خبر رفتن این خبر ناگهانی بود. الان بله مقدماتش اعلام نشده، 2-3 سال هی صحبتش هست که من توضیح میدم، ولی ناگهان و بدون خبر صبح جمعه سایت های دولتی ایران اعلام کردن که منشور رفته به ایران، آمده به ایران. اونهایی که اونجا هستن، برای ما رفته به ایران، برای اونها آمده. من با شنیدن این خبر دو حالت متضاد پیدا کردم. یکی یه حس شیرینی داشتم که الان کلمات کوروش بزرگ توی اون منشور کوچولوی چند سانتی متری، منشور گلی، یعنی اون کلمات بزرگ که بعد از 2500 سال هنوز همه جهان مبهوت اینن که چگونه هست در اون زمانه یک انسانی میتونه اینگونه به فکر مردمان باشه. اون کلمات از اون منشور کوچک گلی مثل عطر در سراسر سرزمین ما پراکنده است و اون سرزمینی که جای واقعی منشور باید اونجا باشه. از طرف دیگه یه حس تلخی درم به وجود اومد که همچنان هست، همچنان که اون حس شیرین هست، که چطور دولت انگلیس، چطور موزه بریتانیا، که من یقین دارم دولت انگلیسه، ربطی به موزه بریتانیا نداره، یعنی موزه بریتانیا ناگزیر شده یا به صلاح به منافع ملی خودشون فکر کردن، هرچی ناگزیر، این چگونه حاضر شدن که یک همچین شیء با ارزش و با عظمتی رو بدن، بفرسن در سرزمینی که حکومتی فرهنگ ستیز، آدم کش و بی هیچ اصولی زندگی میکنه، یعنی به هیچ قانون و قاعده‌ای باور نداره، و چنین حکومتی چگونه همچین چیزی رو به دستش میسپره؟ راستش این انگلیس ها همیشه، سیاست انگلیس منو یاد دو تا موضوع میندازه، یکیشو که خودم شاهد و ناظرش بودم و یکی که وقتی نوشته های ویل درانت و نویسنده انسان دوست آمریکایی رو که در وقتی پس از اینکه میره هندوستان در زمان استعمار انگلیس، اون بدبختی ها و فجایع رو که میبینه، میاد و کتابی رو مینویسه، مطالبی رو مینویسه که در کتاب تاریخ تمدنش بخش هایی هست که مربوط به هندوستانه. در جایی این خیلی جالبه، در جایی از این کتاب میگه که
این مشاهدات خودشو میده. میگه این انگلیسا همه چیزو میفروشن. تو هند اون چی که خودشون دارن گرون میفروشن و مال هندی ها رو ارزون میبرن و حتی مقام هایی رو که در اونجا هست، مقام مردمان هندی رو که بهشون مثلا استانداری، فرمانداری، شد هر چی میدن، اینا رو میفروشن به خود این مردم که یعنی رشوه ازشون میگیرن، اینا رو صاحب کار و زندگی میکنن. و بعد خیلی مسائل دردناک میگه که تمام این کارا رو میکنن و این مردم رو در بدبختی و بیچارگی و فقر رو نگه داشتن. از یه طرفی میگن که این مردم عقب مونده هستن، نمیدونم خرافی هستن، فرهنگشون ناجوره، همه اینا رو به اونا نسبت میدن. این همیشه برای من این تصویری بود تا اینکه من سالها قبل بعد از انقلاب که در انگلیس بودم در دهه 60 و وقتی که کشدارها در ایران شروع شده بود، ما یادتونه که دیگه اصلا اونجاها ما بیتاب بودیم. آخه یعنی چی؟ همینطور خبر می آمد، شما یک سال همین جوانها فقط این یک سال گذشته رو ممکنه یادشون بیاد که چقدر زندانی و کشداری، ولی دهه 60 چندین سال همینطور کشدار بود به شکلی که یه سال که دیگه اصلا وحشتناک بود و دائم خب خبراش برای ما می آمد، ولی ما می دیدیم روزنامه های انگلیس سکوت. بالاخره راه افتادیم این عکس ها و خبرهایی که از ایران می آمد بردیم به روزنامه های مختلف که بابا نگاه کنیم چه فجایعیه، چرا سکوت میکنی؟ همه می گفتن متاسفیم و خیلی چشم حتما و فلان و خدافظ شما، می اومدیم دوباره فردا سکوت. بالاخره یه دوست انگلیسی که این تب و تاب ما رو میدید به خاطر اینکه یک پست دانشگاهی داشت که با این روزنامه نویس ها ارتباط داشت، یه شبی گفت بلند شو بیا اونجا با دوست، با اون چند تا دیگه از روزنامه نویس های ایرانی بیاین این با این روزنامه نویس ها توی فضای دوستانه صحبت کنیم. هیچ، ما دوباره بند و بساط رو گذاشتیم زیر بغلمون و عکس و تفسیرات و فلان را افتادیم رفتیم اونجا و من با یک روزنامه نویسی که از یکی از روزنامه های مشهورم بود بهش گفتم، به شوخی جدی گفتم ما اینا رو هم تو رو به هر کجایی میبریم هیچ که چاپ نمیکنه، نکنه شما هم مثل سرزمین ما دولتون بهتون میگه سانسور میکنه نمیذاره اینا. این خندید و ولی با یه حالت جدی گفتش که نه، ما دولتمون ما رو سانسور نمیکنه، هیچ مقامی حتی ملکه هم نمیتونه به ما چیزی رو بگه بکنین یا نکنین، ما مختاریم و مجازیم که هر چی رو که میخوایم بنویسیم. و البته در ارتباط با برخی از این مسائل دولت به ما توضیح میده وضعیت ما رو، وضعیت سرزمینمون رو و منافع ملیمون رو در ارتباط با اون مسائل. خب اون موقع ما تصمیم میگیریم که بنویسیم یا ننویسیم و طبعا اون کاری که میکنیم منافع ملیمونه. و بعدم گفت آیا شما به فکر منافع ملیتون نیستین بیش از هر چیز دیگه ای؟ من گفتم پس انسانیت چی میشه، حقوق بشر چی میشه، انسان دوستی چی میشه؟ و چنان حالم بد بود و بغض کردم اومدم بیرون و دیدم که از نزدیک در واقع سیاستی رو دیدم که همیشه فکر میکردم که این حرفا حرفای دایجان ناپلونیه، در حالی که من یک واقعیت رو دیدم. حالا با اومدن این، من نمیدونم که ظرف از سال 1370 یعنی حدود درست بعد از آبگیری حکومت ایران تصمیم گرفت که منشور رو ببره ایران. چرا؟ دلیلش خیلی ساده بود آقای نوریالا، برای اینکه اگه یادتون باشه مردم خشم عجیبی پیدا کردن بعد از آبگیری که دیدن همه اسناد و مدارک و همه میذارن رو میز و میگن این صد
کار رو خراب میکنه، نه میراث فرهنگی رو حفظ میکنه، حتی وضعیت کشاورزی رو خراب میکنه، بختگان رو میسوزونه و باز هم اینا دارن کار خودشونو میکنن. و بالاخره هم آقای احمدی نژاد رفت و عینک دودی رو زد به چشمش و وایساد گفت آبگیری کنی. خب اینو مردم خیلی عصبی شده بودن. من فکر میکنم که اینها میخواستن نشون بدن که نه، ما غرض خاصی نسبت به کوروش نداریم، یا شاید هم میخواستن کوروش رو بدنام کنن، خودشونو بچسبونن به کوروش. به هر حال با چی صحبت کردن؟ با موزه بریتانیا. معمولا من یک برنامه مفصلی رو باید روی این رد و بدل کردن اشیای موزه ها بذارم و راجع بهش صحبت کنیم، چون الان فرصت نیست. فقط اونا اومدن گنجینه های دوران صفوی رو، صفویه رو فرستادن برای انگلیس برای اینکه در موزه بریتانیا نمایشش بدن و این نمایش ها پول سرشاری برای اون کسی که میبره اینها رو داره و کسی هم که میفرسته چیزی براش نداره، فقط یه بیمه ای رو اونا براش بیمه میکنه. و مردمان و اونو داد و در عوض قرار شد که منشور برای چند سه ماه بیاره ایران. خب اون موقع اتفاقا همون دانشجوها بیانیه دادن، عصبانی، ناراحت که واسه چی میخوان منشور بیاره اینجا؟ شما خونه این کوروش بزرگو به آب بستید، پایتختشو به آب بستید، کارخونه هاشو، کارگاه هاشو، همه چیزهای اون زمانو به آب بستید، حالا میخواین منشورشو بیارین ایران. و بنیاد میراث پاسارگاد یه نامه داد برای موزه بریتانیا و وزیر فرهنگ انگلیس. اونها یعنی رئیس موزه نوشت که شما مطمئن باشید ما از این منشور به عنوان یک گنجینه بزرگ جهانی، تمام کلماتی که نوشته الان روی سایت سیف پاسارگاد هست، دوباره ما گذاشتیم اون بالا و ما ازش نگهداری میکنیم و نمیذاریم بهش لطمه بخوره. و این مسئله منتفی شد برای مدتی تا تا دوباره قرار شد این رو بدن، که همزمان شد با بعد از 22 خرداد پارسال که رسما موزه گفتش که در شرایطی که الان تو ایران هست هیچ امنیتی برای این شیء نیست و ما این رو نمیفرستیم. و بعدم توی روزنامه هاشون گاردین یک نشریه خیلی مهمیه در انگلیس، نوشتن که اصلا این حکومت غیرقانونیه، نمیدونم مردم نفرت دارن، مردم رو میکشن تو خیابون، اینجوری میکنن، چجوری ما این منشور رو بدیم دست اینا؟ خب دوباره ما هم یه نامه نوشتیم که ما به شما، به موزه نوشت، بنیاد نوشت که ما به شما میگیم که اگر این منشور بره ایران و کمترین صدمه ای به اون بخوره، هم موزه هم دولت انگلیس مسئوله و باید جوابگوی مردم ایران و مردم جهان برای این گنجینه بزرگ بشه. بعد از اونام که گفتن نه ما نمیفرستیم، و دوباره دولت ایران خشمگین عصبانی شد و سازمان میراث فرهنگی و آقای بقایی گفتن اگر که نفرسین ما این یعنی این که رابطه دولت انگلیس با ما بده و ما اصلا رابطه فرهنگیمون رو با موزه قطع میکنیم. و قطع کردن رابطه شونو با موزه بریتانیا، قطع کردن موزه ایران باستان، موزه بریتانیا، بریتانیا بله. موزه ایران باستان قطع کردن. در همزمان یه تکه هایی از منشور کشف شد. منشور حالا شما که در ایران هستید میرید و میبینید، این استوانه کوچولویه که یه قسمت اون شکسته است، یعنی موقع که اینو از زیر خاک در آوردن اون تکه نبوده. و بعد از مدتی و درست در حالا بعد از این همه سال
توی انبار موزه بریتانیا چون به نوبت آثاری رو که کشف میکنن میارن میبینن، یک دو سه تا تیکه کشف کردن که درست جای اونها باید میشست، مثل پازل میمونه، مثل پازل همون کلماتی رو که اونجا دنبالش میگشتن و نمیدونستن. بعضی ها میگفتن ما چه میدونیم اون تیکه چی نوشته، بله اینجا نوشته مذهب آزاده، اینجا بیگاری نباید کرد، نژادها یکی هستن، فرهنگ ها یکی هستن، ولی ما نمیدونیم اونجا چی نوشته. و وقتی این رو پیدا کردن و دیدن درست در اونجا هم تأکید بیشتری بر این که مذاهب آزاده، یعنی نشون داد که کوروش بزرگ یک سکولار بزرگ بوده. آقای نوریالله شما باید خیلی کوروش رو دوست داشته باشید. و به هر حال باز دوباره جلوی یعنی موزه رو ما نمیتونیم الان بفرستیم، ما باید اینا رو با هم ببینیم و چی میشه. خلاصه دولت ایران هم قطع رابطه کرد، ما هیچ خبری نداشتیم. ناگهان جمعه اعلام کردن که این منشور رفته ایران، رئیس موزه و یه هیئتی و همه رفتن و جعبش هم با خودشون بردن، که چقدر خوبه که اون جعبه یه جعبه بسیار امنیه، یعنی از نظر مقابل همه چیز میتونه مقاوم باشه، اینه که کسی به فکرش نرسه که بره اونو خراب بکنه، اون خراب شدنی نیستش. ولی به هر حال اون چی که مسلمه، دولت انگلیس ببخشید، دولت انگلیس معلوم نیست سر چی، من نمیگم موزه چون یقین دارم که خود دولت انگلیس این کار کرده، چه معامله این وسط کرده، اون بماند با اهل سیاست که راجع به این مسئله حتما میتونن صحبت بکنن. ولی بد نیستش که این رو لااقل بگیم که وقتی که حکومت اسلامی در حضیض ذلت خودشه، به خصوص از لحاظ حقوق بشر و رفتاری که با انسان‌ها داره. بله بله کاملا درسته. اون جنبه، من گفتم من جنبه سیاسی شو کار ندارم، یعنی اینکه خب بله الان ببینین خیلی اتفاقا داره توی دنیا میفته که پای حکومت اسلامی در میونه و انگلیس همیشه پشتیبان جمهوری اسلامی بوده و همیشه سعی کرده که اون رو حفظ بکنه و سعی کرده به همگان بگه که این جزیره امن و امانه و نگران نباشین، همه چی خوبه. به همین دلیل هم حتما شروع میفرسته. میگم اینها یه چیزهای مفصله، ولی اون چی که هست، اون چیزی که مورد سواله، شما ببینین که در ظرف این 30 سال رو ول کنیم، دهه 60 هراس انگیز رو ول کنیم، بعد از انقلاب اون کشتارهای وحشتناک رو بگیم، همه اینا رو بیم ول کنیم، بگیم بله انقلاب بوده، زدن و کشتن و فلان کرد. اما تو این 1 سال گذشته مردم مهربان آروم متمدنی که فقط حقشون رو میخواستن، هیچ کاری هم نمیکردن، چه کردن با اینا؟ چگونه زندانها رو پر کردن؟ الان ما ببینید، منشور اگر ارزشی داره به خاطر این نیست که کوروش این حرف رو زده به عنوان یک امپراتور. خیلی از امپراتورهای دنیا هستن که خیلی هم آدمای خوبی هست بودن، همه مملکت رو آباد کردن، خیلی کارا کردن همه جای دنیا، ولی کوروش ارزش و اعتبارش در سخنانیه که گفته و این سخنان درست یکی میشه با اون چیزی که قرنها بعد در اعلامیه حقوق بشر گفته شده. این خیلیه، یعنی ببینین زمانی که کوروش بزرگ میره به بابل، بابل وضعیتی رو، همون هفته پیش راجع به بخت و نحس صحبت کردیم، جالب و مقصد، من نمیدونستم که این منشور قرار بیاد. در یک همچون فضایی این کوروش بزرگ میاد
میگه که بابا ول کن، تازه میاد کشوری رو که اسیره. شما ببینین الان حاکمین ایران توی کشوری که ظاهراً خودشون رو از اونجا میدونن، ببینین چه دارن میکنن. کوروش فاتح میشه بابل رو و میره اونجا در یک همچین وضعیتی که در اون زمانها که هیچ، همین در زمان هیتلر رو نمیدونم، در همین قرنها یک دو قرن پیشم باز فاتحا که میرفتن بم میزدن، مردم میکشتن، زندان میگرفتن، اسیر میکنن. کوروش همه میگه به سربازاش میگه کاری نکنین مردم بترسن. آخه مگه میشه یه همچین روح بزرگی که مردم رو نترسونین، حتی نه اینکه نگیرینشون نکشینشون، نترسونینشون. به سربازاش فرمان میده که خنده رو به مردم بدن، آرامش به مردم بدن، بیگاری ازشون نکشن، اگه میخوان کار بهشون بدن پولشو بهش بدن، دستمزدشو بدن. و به همین دلیله که اولین سخنانی که ربط به حقوق بشر داره در منشور بوده. یعنی این رو دیگه رو سایت موزه بریتانیا برین اینو میبینین، نوشته های آدم های مختلف این رو گفتن، البته منهای آقایان عجیب و غریب کم سواد مثل نمیدونم پور پیرار و امثال اون که به حکومت چسبیدن. خب اینا و با سوادهای خود فروخته و با سوادهای خیلی کمن، با سوادهای خود فروخته خوشبختانه، معمولا بی سوادها خودشونو میفروشن و مزخرفاتی می نویسن که دشمنان ایران رو هم نمی نویسن. به هر حال کوروش به خاطر این حقوق بشره، توجهش به حقوق بشریه که اهمیت داره. اون وقت دولت انگلیس میاد در اوج نقض حقوق بشری حکومتی میاد این منشور حقوق بشر رو میبره میده به اینا. شما چی فکر میکنید؟ چه توضیحی دولت انگلیس داره برای این کارش؟ هرچی هست پشت پرده است و طبق معمول در 30 سال بعد تو اسناد وزارت امور خارجه انگلیس آیندگان میرن و میخونن و میفهمن که چرا این کارو کردن، یا یکی مثل ویل درانت پیدا میشه این ماجراها رو مینویسه. اما مهم نیست. میدونید آقای نوریالا، من عجیب به این مسئله، من آدم مذهبی نیستم، آدمی نیستم به ماورا و طبیب و از این چیزهای عجیب و غریب و اینا اعتقاد داشته باشم، اما یه چیزهایی رو به کنش و واکنش همیشه معتقدم. هرچی، یعنی من همیشه خیلی سختمه برام گلو بکنم، قیچی کنم. همیشه میگم برای من هدیه‌ام که میارین گلدون بیارین، ولی گل نکنین بیارین. شما برین یه شاخه گلو بکنین ببینین بلافاصله میزنه بیرون یه مقدار آب و مایعات ازش میزنه بیرون. ظاهرا این آب اون آبیه که در این ساقه هستش، ولی من فکر میکنم این عکس العملیه که اگر ماها مقاوم نباشه بدنمون، این میتونه حتی زیان بخش برای بدن انسان باشه. ولی چون ما مقاومیم، ولی ممکنه مثلا یه موجودی که این مقاومتش نداره در بدنش بره این کار بکنه، همین مثل زهر رو بکشه. این طبیعت در همه چیز این واکنش رو گذاشته، من بهش ایمان دارم. این همه قتل و جنایت، این همه بدبختی که توی مملکت به وجود میاد، این نمیتونه هیچ عکس العملی نداشته باشه. و عکس العمل هم همیشه لزوماً چیزی نیست که آدم رو بکشه یا نابود بکنه یا خشمی باشه. من فکر میکنم آمدن منشور کوروش به سرزمین خود، به سرزمین گویندش، به زادگاه گویندش، یک مسئله بسیار مهمیه. و اون اینه که
به اونها که انسان بودن و انسانیت و حقوق بشر رو بلد نیستن امیدوارم یاد بده، و در این حال این غرور افتخار رو به مردمانش بده که در 2500 سال در این منشور کوچولوی چند سانتی متری گلی چیزهایی رو نوشتن که جهان تحسینش میکنه. من پیشنهاد میکنم به هموطنانم در ایران، تا میتونید برید برای یک بار، دو بار، پنج بار، ده بار، با کوچکترین فرصتی برین صف ببندین و مرتب برین دیدار کنید از این منشور. نشون بدید به اونهایی که حقوق بشر رو بلد نیستن که چقدر اهمیت داره آدم ارزش حقوق بشر و ارزش انسان رو بدونه، که بعد از 2500 سال هم باید قدرش رو دونست. تا میتونید برید، انقدر برید که چشمان اون کسانی که در انگلیس حمایت میکنن از حکومت ظلم حیرت زده بشه حکومت ایران از این همه استقبال شما.